این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بادکنک نمایش انتخابات ولی فقیه که بعد از چند ماه باد کردن و تبلیغات یه دفعه ترکید. دیروز واقعا ترکوندن مردم، از همه مهمتر ملت ترکوندن. اون چه که مردم ترکوندن بادکنک نمایش انتخابات بود که ولی فقیه خوابهای زیادی براش دیده بود، ولی شعبه های سوت و کور رای گیری مشت تنفر مردم رو تو ملاج سیدعلی کوبوند. تلویزیون پشم و شیشه که فقط تو چند تا حوزه که به توزیع مجانی چلو کباب و کله پاچه مجهز بودن دکون باز کرده بود، اومد این فضاحت رو با نشون دادن تیپ‌های مختلف بزک کنه، ولی زد چشم عظما رو هم کور کرد. البته عرض می‌کنم که کله پاچه خوردیم بعد اومدیم. ای باری کله. چرا نتونست اثر بذاره؟ خیلی خوشحال شدم، خیلی جوان هستم و میتونم رأیمو برای خودم اجرا کنم. خیلی خوشحالم از حضور مردم، حضور پرشور و خیلی شاد این جمعیت رو که میبینم. خیلی خوشحالم زیر این بارون اومدن رای خودشون اجرا کنن و صندوق بندازن. آره. بعضی جاها هم وقتی دیدم با کله پاچه و چلو کباب تنور گرم نمیشه، مجلس عزا و عروسی رو هم آوردن تو شعبه رای گیری. تو رای بده، کرواتم بزن، شنل قرمز هم بپوش. اما تیوی ریش که خیلی زور میزنه با صحنه سازی گزارش زنده و لحظه به لحظه از انتخابات بده، گاهی وقتا هم پیش میاد که صحنه ها اونجور که میخواد ساخته نمیشن. حاج خانم شما چند سری توی انتخابات شرکت کردین؟ همه انتخابات ها رو شرکت کردم. درسته. حالا این آرایی که توی این 30 سال به صندوق ریختید، تونستن اون عزیزانی که بهشون رأی دادید، چه در مجلس، چه در خبرگان رهبری، چه در شوراها و چه در ریاست جمهوری، تونستن اون خواسته هایی که شما از نظام داشتید رو؟ ندیدم. در کجاها ایراد بوده، اشکال بوده؟ حالا من که زن تنها فعلا هیچ چی ندیدم. خیلی هم اذیت شدیم، مدام حق اثر نشون که نمیدن. پخش زنده داره برای دنیا پخش میشه. چون رو خدا اشتباه کردم مثلا. نه هیچ اشتباهی نیست. من هیچ مشکلی ندارم، ولی خب از اینی که در یادم برسن تا حالا من چیزی ندیدم. امیدوار هستیم که انشالله بتونن خدمت بکنن. تو بعضی از این مصاحبه های زنده هم جنگ و دعواهای درونی نظام بیرون میزنه. درسته که من یک نسل سومی هستم، درسته که انقلاب و جنگ رو ندیدم، ولی اومدم بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، درود بر آقای امام سید علی خامنه ای و مرگ بر هاشمی رفسنجانی. حالا در هر صورت اگر اجازه بدین، دوستان ما در اوج احساسات خودشون هستن، بریم به سراغ همکارانمون در پخش. سرکار خانم فکر میکنم نازمی حضور دارن، درست میگم؟ آقای نازمی، آقای امیر احمدی هم حضور دارن. اگر اجازه بفرمایید میکروفون رو و در واقع دوربین رو در اختیار این دوستان قرار بدیم. بله، سگ دعوای باندای نظام فقط به صحبتای این آدمها محدود نمیشه. انشاءالله نتیجه انتخابات همونی که مردم میخواهند و رأیی که به صندوق میاندازند همون باشه. اگر همون باشه انشاءالله مجلس خوبی خواهیم داشت. خلاصه این نمایش انتخابات به جای اینکه قاطق نون عظما بشه، بدتر قاتل جونش شد و بیشتر مسحک بازاری برای خنده شد. یادتان هست در دوران کودکی من چه شخصیت‌ها و کاراکترهای کارتونی را دوست داشتیم و با اونها زندگی می‌کردیم؟ کلاه قرمزی و پسرخاله، پینوکیو، مخمل، شیپورچی، پسر شجاع و خیلی از شخصیت‌های دیگر که با آنها چقدر می‌خندیدیم و حالا می‌خواهیم باز هم با حضور آنها بخندیم. بچه احتمال قوی میدم که اینجور بشه این است که ملت ایران در روز همین جمعه ای که میاد یک سیلی سخت‌تر به چهره استکبار خواهد زد. این موضوع بعداً روشن میشه. اگر یک نظامی 65% طرفدار داره، این یک نظام کاملا مردم سالار هست. ولی آمار رسمی اون اینه که آماری که وزیر محترم کشور اعلام کردن 34.4%.
بابا عجب خنگی هستی. ببخشی 64.4%. این سیلی محکمی که صحبتش بود الان در واقع ملت بزرگ ایران با این درصد مشارکت کاملا به صورت دشمنانشون نواختند. هزیان میگی تب داری؟ ببینید زره ها که دیدید اگر یک بندش نباشه ممکن از همون بند گلوله بیاد. ما تو انتخابات یکی هم یکی برمون. گالیبر زیاد میبینه ولی ما هیچ شانسی نداریم، هیچ شانسی. در حاشیه این بازار کساد انتخاباتی ملا فیگور نظام یعنی همون خاتمی شیاط هم برخلاف همه ادا و اصولهای قبلیش تو انتخابات رأی داد تا یه بار دیگه ثابت کنه که مثل همیشه رودوش عظما نشسته و هر جهنم دره‌ای هم که بره باهاش میاد. عظما پکر که هنوز از پس لرزه های تحریم انتخابات داره میلرزه، یه آتیش دیگه هم پیش رو داره که از همین حالا براش عزا گرفته، چون به تجربه میدونه کوچیکترین اتفاقی که بیفته همه شعله ها سری میاد سراغ رأس نظام. مثلا میبینید در فتنه 88 شما دید که فلش ظاهرن بایستی به سمت برنده باشه، مثلا به سمت احمدی نژاد باشه که ایشون برنده شده باید بگن، ولی ببینید بلا فاصله فلش میره به سمت خود نظام. در این زمینه تجربه نشون داده که عکسای سید علی از هر بوته‌ای بهتر میسوزه. و اما بپردازیم به 1001مین قسمت سریال تکراری و مسخره مذاکرات هسته‌ای که باز هم آخوندها با پیشنهاد دور جدید مذاکرات و اجازه بازدید از سایت پارچین یه دور دیگه مماشاچی ها رو دور خودشون بچرخونن. و اما جایزه شاخدارترین دروغ این هفته رو به یه مهره ناشناس تقدیم میکنیم که برای دربردن تروریست های نظام خالی بست که نشون بده تو نظام کلی احمدی نژاد هست. مثلا میگن که ایرانی ها تروریست هستن، ایرانی ها حامی تروریست هستن. در این همه حالا انفجارات و حرکت های انتحاری که داره اتفاق میفته یک بار یه ایرانی حضور نداشته، یک بار یه ایرانی به عنوان انتحاری نرفته جایی یه خرابکاری بکنه. تمام این انفجارات و حرکت‌های انتحاری و اینها که داره اتفاق میفته توی دنیا و توی حتی منطقه خودمون، اینها همه از کشورهای دیگه بوده. اینو همه هم میگن. بله گوش کنیم ببینیم تو همین چند هفته اخیر همه چی میگن. One of the Iranian suspects in Bangkok's alleged terror attacks returned to the scene of the crime accompanied by heavily armed police. 27-year-old Saeed Moradi remains in a serious condition in a Bangkok hospital after both his legs were blown off. The other suspect under arrest is 30-year-old Masood Sedagat Zadeh. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی تعدادی از کودکان بانمک کرد جلب می‌کنیم که با کمترین امکانات دارن خودشون رو برای جشن‌های نوروزی آماده می‌کنن. ور